خب آقای شفایی من شفایی هستم سلام خوشحالم که امروز دور هم جمع شدیم بعد از مدت ها چند وقت دیگه الان پنج ماه بعد و همین دور هم جمع شدن خودش انرژی میده حالا خیلی از همکاران اومدن خب بهتر چون دیگه جا نداشتیم و امیدوارم که دیگه برای پنجم دیگه دوستان دیگه هم بیان و بتونیم باز بقیه هم آشناتر بشیم و بیشتر هم بیار بزنیم. من امروز قرار نبود صحبت داشته باشم، قرار بود آقای گلزار صحبت کنم، بعد آقای گلزار هم گفتن من 10 دقیقه میخوام صحبت کنم که خب خوشبختانه 30 دقیقه صحبت کردم و من فکر کردم یه کاری هم من آماده کنم که دیگه جلسه فقط به بگو بخند تموم نشه، 4 تا حرف هم ما زده باشیم توش. برای همینه من یه کوتاه صحبت میکنم در رابطه با تابستان خونین یا تابستان 1367. دوستان میدونید که در ایران هیچ موقع راجع به این اتفاقی که در تابستان سال 67 افتاد صحبت نشده، یعنی اونایی که در ایران بودن اصلا نمیشنیدن که اصلا همچه اتفاقی افتاده، چون اصلا زیاد اهمیتی هم نداشت. دیشب هم یه اهمیت نداشت، یعنی اطلاعات پخش نمیشه. هم کمان که الان راجع به آبان 98 هم اگه تو ایران صحبت کنید خیلی ها نمیدونن، یه عده هم که تازه حکم اعدام میدن و میگن بله باید بزنید و بکشید و ببریدشون این کارا رو بکنید. ولی من دیشب هم یه جلسه بود که راجع به همین یه مقدار صحبت کرده بودیم، گفتم یه تیکه راجع به اصلا چرا خشونت صحبت کنیم و اصلا این اصلا دلیل این اعدام ها چیه. ببینید در جامعه ما همیشه خشونت حاکم بوده، یعنی هر اتفاقی افتاده اولین حرکتی که جامعه میکنه یا افراد میکنن حذف فیزیکیه، یعنی نمیان راجع به فکر صحبت کنن، نمیان صحبتی بکنن، گپی بزنن یا 4 تا انتقادی از هم بکنن، تحمل کنن هم دیگر رو، بلا فاصله دنبال حذف هستن. این حذف در واقع ریشه من میتونم بگم مذهبی داره، میتونم بگم ریشه فکری داره، ولی از اونجایی که اخلاق اولیه ما انسان‌ها بر اساس ادیان بوده، یعنی دین‌ها بودن که به ما اخلاق میدادن و در واقع ادبیات انسانی ما شکل گرفته برگرفته از اون ادیان، با اون 124 هزار پیغمبر یا حالا هر چقدر پیامبر و مقادیر امام و هزاران اندیشمندایی که از قدیم بودن، اینا رو در واقع اومدن و هر کدوم این ادیان نگاه میکنیم یه بخشیش راجع به کشتن هست، راجع به عرض کنم حذف‌های فیزیکی هستش. دنبال آیه ها نمیخوام برم، دنبال چیزی نمیخوام برم، ولی میام یه نگاهی به خود اعدام میکنیم، حکم اعدام. ما حکم اعدام و من در واقع 2 تا نگاه دارم بهش، یه نگاه مذهبی که اونایی که نگاه مذهبی دارن دنبال حکم اعدام هستن، یعنی با قصاص در واقع در اسلام یا در یهودیت هم هست، در مسیحیت هست، در تمام ادیان دیگه هم هست که اگر یک کسی آدم میکشه باید بکشی، اگر سر میبره باید سرش ببری و و و و امثال هم. اما یه تجربه ای که وقتی توی مطالعه میرید میکنید توی کتاب ها میبینیم که در خود کتاب های مقدس اصلا اسمی از قصاص وجود نداره در ابتدا، برای اینکه بعد از آدم و حوا فرزندشون قابیل میزنه هابیل رو میکشه، کاری هم به داستاناش ندارن. حالا دروغ راسته اصلا به ما ارتباطی نداره، ولی کتاب مقدسه توش نوشته شده، یعنی به استناد این قضیه بعد ما ببینیم که قابیل اعدام نمیشه و قصاص نمیشه و حالا روایت هست تفسیر میکنن که آره باش عقل کردن، قهر کردن، نمیدونم عذابش دادن، ولی هیچ قصاصی نشد. پس ما اگر نگاه مذهبی داشته باشیم راجع به احکام اعدام و یا رو قصاص فکر بکنیم، نگاهمون رو باید تغییر بدیم، یعنی اصلا دنبال قصاص نباشیم. این یه نگاهه که چرا اعدام نباید باشه، چرا حکم اعدام نباید باشه. حالا اگر نگاه اجتماعی داشته باشیم، ما ببینیم وقتی که اعدام اتفاق میفته اولین اتفاقی که میفته خشونته، یعنی ترویج خشونته و این ترویج خشونت باعث میشه اتفاقای ویژه تو جامعه بیفته. یکی از اتفاقایی که 3 سال پیش 4 سال پیش
خیلی زیاد در ایران اتفاق افتاد. اعدام های خیابانی میکردن، بچه ها بازی اعدام میکردن و تو این بازی اعدام سه تا بچه خودشون رو حلق‌آویز کردن و در بازی مردن. این نشونه کوچیکی از این قضیه هست، اما یه نگاه دیگه هم میتونیم، حالا ما دنبال مثال کوچیک نیستیم، ولی یه نگاه دیگه هست. ما به عنوان یک انسان وقتی به دنیا میایم یک حق ذاتی داریم که اون اولین حق ذاتی ما نفس کشیدن ماست. یعنی ما همه با نفس کشیدن در جهان وارد میشیم، پس حق ذاتی ماست و جامعه وظیفه داره این حق رو برای ما رعایت بکنه. خب مطلب دیگه اینه که حالا اگر بخواد قانونی بذارن بگن آقا در این قانون چون این است این است این است باید اعدام کرد، من میگم نباید کرد. چرا؟ چون مجازات بدون برگشته. هیچ فکر کردید وقتی اعدام صادر میشه این یه جنایتیه که یا یک حکمه یا یک مجازاتیه که برگشت نداره؟ یعنی این مجازاتیه که اگر قاضی اشتباه کرده باشه دیگه بر نمیگرده، ولی میتونید حکم 30 ساله بدید، 50 ساله بدید، 20 ساله بدید، در حال ابد بدید، حالا من با اونم موافق نیستم. این احکام میشه صادر کرد و با این احکام اگر اتفاقی مشخص بشه که این مجازات اشتباه بوده و بایستی اصلا شخص دیگه ای در واقع این جرم یا جنایت رو اتفاق افتاده قابل برگشته، ولی اگر متوجه نشن دیگه وقتی طرف مرده دیگه رفته دیگه، دیگه کاری نمیشه کرد و نمیشه برگشت. من میخوام بگم که این قضیه در واقع وجود این عدم رعایت حقوق شهروندی که حق نفس کشیدن ماست، این به نظر من کاملا باید از جامعه ما طرد بشه. اما در جامعه ما همیشه اون آموزه ها یعنی الان شما یه نگاهی بکنید وقتی یه حکمی مثلا یه کسی فرزندشو میکشن یا یه طرف مواد فروشه یا یه حرکت غیر عادی میکنه، از هر کی من سوال میکنم میگه آقا بکشینش، یعنی آدم عامی هم حکم قتل میده. چرا؟ چون اون قانون مجازات اعدام وجود داره. ولی اگه قانون مجازات اعدام وجود نداشته باشه اون طرف شدیدترینش میگه آقا 30 سال زندانش کنید پدرشو در بیارید، دیگه نمیگه اعدامش کنید. یعنی قانون باید تغییر بکنه، یعنی قوانین باید تغییر کنه. من اینو یه مقدمه گفتم، حتی کلی صحبت دیگه هم داشتم که در دهه بعد از انقلاب کلی خشونت در جامعه ما ایجاد شد که پیامد خشونت‌های قبلی بود. یعنی اگر یادتون باشه در بعد از سال 57 بلا فاصله بعد از انقلاب ظرف 40 روز 50 روز کلی از سران مملکت رو کشتن و در واقع چند تا دلیل داشت. یکی از دلایلش این بود که انتقام گذشتهشون رو میخواستن بگیرن. یه سری آدمایی که قدرت دستشون اومده بود قبلا چون آسیب دیده بودن اومدن انتقام بگیرن. پس انتقام یکی از اون مواردی که باید ما روش بیشتر بعداً صحبت کنیم که خودش بانی خشونت خواهد شد. اما یه دلیل دیگه داشت اول انقلاب این کشتارها، برای اینکه از بین بردن مدارک بود. یعنی کسانی که سران انقلاب بودن و مسئولین اعدام بودن انقلاب بودن، برای اینکه خودشون قبلا نوکر بودن، قبلا خودشون در اختیار پهلوی بودن، قبلا خودشون مدارکی داشتن، مثل مثلا ملاها که 1500 تا مسجد حقوق بگیر دولت بودن. یعنی تمام ملاهایی که الان میبینید حقوق از دولت جمهوری اسلامی و از دولت پهلوی و از ساواک میگرفتن، برای اینکه اینا لو نرن، میزان حقوقشون و میزان دریافتیاشون از دربار و از ساواک معلوم نشه، بلافاصله هم نخست وزیرشو کشتن، هم عرض کنم که رئیس ساواکشو کشتن و هر کی هم که 4 تا اطلاعات راجع به داشت کشتن. پس یه بخش به خاطر انتقام، یه بخش به خاطر از بین بردن احکام اون به اصطلاح اطلاعات اولیه این کارا رو کردن و قسمت بعدیش هم این بود که دولت مردان جدید میخواستن چون به عنوان مذهب اومده بودن بالا، میخواستن اثبات کنن که ما قدر قدرتیم. یعنی ما قدر قدرتیم، حرفشون هم این بود که ما میخواییم از کربلا بریم تا قدس و بچه هم همه رو باید مسلمون کنیم. لیدرمون هم یا رهبر دولت فقیهمون هم شده بود رهبر کل مسلمین جهان و با این نگاه نتیجتا اولین کاری که کرد قسمت مرحله سوم
کشتار مذهبی کرد، یعنی شروع کرد کشتن اهل سنت، کشتن عرض کنم بهائیان، کشتن یارسان، دراویش و یا حاشیه روندنشون، حتی زرتشتیان. اینه که این اتفاقا در جامعه ما در ابتدای سال 60 افتاد و به مرور اتفاقای دیگه ای افتاد که احزاب از بین برده شدن، حزب طوفان، پیکار، نمیدونم مجاهدین خلق، دیگه نمیدونم کمونیست ایران، دیگه حالا من اسمای ترسم یادم بره باز یه نگاه بکنم، چریکای فدایی، بله چریکای فدایی، الان دیگه بله چریکای فدایی، خلق، اکثریت، اقلیت، عرض کنم که پیکار رو گفتم، گروه فرقان بود، رای کارگر، عرض کنم که آرمان خلق، عرض کنم که حزب دموکرات کردستان و طوفان، گروه های مختلف خیلی بودن این گروه ها، که تمام اینا دیگه شروع شد به تارمار کردن و همزمان بعد از که همه رو دیگه تارمار کردن یا گرفتن، اعدام کردن، زندان کردن یا فرارشون دادن، رسید به حزب توده. و حزب توده هم در دو مرحله، که در سال 61 بهمن ماه 60، یکی هم در اردیبهشت 61، در واقع اینا رو قلقم کردن، گرفتن، زندان کردن، کیانوری و و و و و که اینا بماند. ولی همه اینا رو به عنوان یادآوری فقط خواستم بگم که چرا خشونت و مرگ همیشه در جامعه ما بوده و بعدش هم مشکلاتی که در زندان ها در دهه 60 اتفاق افتاد و کلی زندانی در اون موقع حالا شکنجه شدن، مردن، اعدام شدن و و و روایتی دیشب توی اخباری کرد بچه هم گفت نزدیک 15,000 در دهه 60 بسیار کشته شدن. اما صحبت از نهایی من یعنی که دیگه چون من خیلی کوتاه دارم میکنم، تموم نشده وقت من، خوب بس دارم من مطلبی که دلم میخواست راجع بهش صحبت بشه، بحث تابستان سال 67. دو تا روایت هست در رابطه با اینکه این سال 67 چرا این کشتار اتفاق افتاد. یک روایت اینه که میگن در سال در تیر ماه، در 24-5 تیر ماه که خمینی اون جام زهر رو نوشید و اعلام به اصطلاح پذیرش قطعنامه 598 فکر کنم قبول کرد و بعدش بلافاصله سازمان مجاهدین خلق با فروغ جاویدان یا جاودان حرکت کردن به سمت اسلام شهر رو بیان به طرف تهران که در یک منطقه نرسیده به کرمانشاه، 20 کیلومتری کرمانشاه، مهران رد شد، حسن آباد، اسلام آباد، شاهپال قدیم، اسلام آباد رو گرفتن، اومدن و بعد توی منطقه کوهستانی داشتن عبور میکردن که از بالا با حمله مرساد و با حمله مرساد زدن و نزدیک میگن 4-5,000 عرض کنم که مجاهد کشته میشن و بقیه خب بعد میگردن. این اتفاق که میفته بلافاصله بعد از این قضیه احکام در زندان ها اجرا میشه، یعنی حکم خمینی صادر میشه و دستور قتل عام در زندان ها رو به عرض کنم که 4 نفر مدیریت داده بود، اسامیشون آقای نیری هستش، بعد آقای پور محمدی، آقای اشراقی و خود همین آقای رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه ما هست. این 4 تا لیدر این داستان میشن و در شهرهای مختلف با 3 تا سوال دستور مرگ صادر کردن. یک سوال: مسلمان هستید؟ 2 نماز میخونید؟ 3 آیا اون گروهی که باش وابسته هستید قبولش دارید یا ندارید؟ هر کدوم اینا منفی بود شما به سمت چپ بعد میرفتید که اعدام بشید یا به سمت راست که برید سر جای اولتون. جهت این از خاطرات آقای مهدی اصلانیه که جزء کسایی بود که جزء بچه های چپ اون موقع بود که جزء آدمایی بود که به اشتباه به جای راست چپ رفت، به جای چپ راست رفته بود و سالم بود و خاطراتشو سال فکر میکنم 2001 توی کانون اومدن صحبت کردن، فیلم برداری کردیم، کلی خاطراتشون رو گفتن و الان هم که جزء بچه های هستن که جهان میشناسن شما آقای مهدی اصلانی رو. ایشون خیلی راحت تشریح کردن و
گفتن من فیلمشو متاسفانه نتونستم پیدا کنم، حالا امیدوارم پیدا کنم، شاید ماه دیگه بتونیم بیاریم مثلا این فیلمو نشون بدیم. دیدنیه، یعنی شنیدنی و دیدنیه که اصلا این آدم صحبت. خب پس یه نگاه این بود که خمینی دستور داد به خاطر حمله که مجاهدین کردن و این تارما رو در واقع انجام دادن. اما یه نگاه دیگه ای هست، نگاه دیگه‌اش اینه که اصلا ارتباطی به حمله مجاهدین نداره. نگاه این بود که شما زندان‌ها رو اگه اعلام می‌کردید، ده‌ها هزاران، ببخشید هزاران زندانی روشنفکر که با عرض کنم که با داشتن عقیده‌ها و نگاه‌های سیاسی قوی، با داشتن اطلاعات قوی، حالا به فراخور اون گروه سازمان یا اندیشه که داشتن، در زندان‌ها بودن. دولت جمهوری اسلامی در اون مقطع فرض بر این کرد که این حدود 10,000 تا از زندان آزاد بشن بیان تو جامعه، جامعه که جنگ تموم شده. چون بحث اینجا بود جنگ تموم شده، تا زمانی که جنگ بود همه آقا جنگ، کسی حرف نزد. وقتی جنگ تموم بشه این حدوداً 10,000 زندانی بیان توی جامعه، چقدر اطلاعات رد و بدل خواهد شد. دیگه چیزی هم اونجا نیست که قلقم بکنه، دیگه بهانه‌ای برای دستگیری وجود نداره. یارو اومده حرف می‌داره میزنه، میگه آقا حق اینه، درست اینه، کار درست اینه، این اندیشه اینه. نتیجتاً به این فکر افتادن که این جماعت رو قلقم کنن و اینی که میگیم قتل عام زندانیان سیاسی و اینکه به عنوان جنایت بشری در واقع راجع بهش صحبت شده که بر اساس کنوانسیون قتل عام که در دسامبر 1948 امضا شده، که حتی یک شکایتی هم درست کردن و بچه های سوئدی کار کردن که به عنوان قتل عام در واقع. چرا؟ چون یک نسلی رو از بین دارن میبرن که این نسل، نسل روشنفکر بوده و از بین بردن. و با همون سه تا سوال متاسفانه در طول سه ماه در مرداد، شهریور و مهر ماه این قتل ها رو انجام دادن. به روایتی نزدیک به 3,000 تا توی کتاب آقای منتظری گفته شده. دوستان ما در سوئد اسامی رو جمع آوری کردن، نزدیک 4,500 خونده ای عرض کنم. بعد سازمان های مختلف عددهای مختلف میدن، حالا از 10,000، 5,000، 15,000، 30,000 الی گاهی میگن 100,000، که اصلا اینا دیگه تو جای گفتن نیست، چون حتی یک نفرم بکشن من مخالفم و متأثر میشم و متأسفم. و متأسفانه این اتفاق افتاد و توی خاوران و جاهای مختلف متأسفانه این اجساد رو بردن و جمعی دفن کردن. که در شهریور همون سال کشیشی که در همون منطقه بوده میبینه سگ‌های زیادی توی اون قسمت مسکرآباد و اینا دارن دور میچرخن و میاد که ببینه چه خبره. میاد میبینه که یه کله ای از خاک بیرونه که عکس میگیره. این عکس هم توی اینترنت دوستان میتونن ببینن که از اون جزء کشته شدگان هم که دیگه خاک کم آوردن یا حالا هر اتفاقی افتاده یا سگا تونسته بودن درش بیارن، که عکس گرفته میشه و اون عکس رو میفرسته خارج. و در واقع این اتفاق جزء مواردی که من خواهش میکنم یادمون نره، روش کار بکنیم، جامعه رو روشن کنیم، جامعه بدونه که این جنایت، جنایت بشری است. حالا هر از گاهی میان حرف میزنن، بعضیاشون میان میگن نه ما کار خوبی کردیم، ما اله کردیم، من ببخشید بیادبی میکنم، غلط میکنن، میگن این حرفی رو. و ما فقط باید بگیم، مردم بدونن که این حادثه و این جنایت و این کشتار اتفاق افتاده، که وقتی اینو بگیم، آگاه کنیم مردمو، دیگه به داستانهای قتل عامی که در 96، 98، حتی 78 در رابطه با دانشجویان و اتفاقهای مختلفی که در جاهای مختلف مثلا در مشهد افتاد، در کرمان، در عرض کنم سنندج، در اهواز، در جاهای مختلف که سرصدای کوچیکی هم پیش میاد، بلافاصله خفه میکنن بدون اینکه بقیه اطلاع داشته باشن. من از شما ممنونم، خوشحال میشم که اطلاعاتتون رو به صورت مقاله، اطلاعاتتون رو ما جمع‌آوری خبر برای ماهنامه ارسال کنید، برای کمیته‌هاتون ارسال بکنید، بذارید این بحث روشن بشه، باز بشه، دوستان
آشنا بشن راجع بهش. من سعی کردم تون تون صحبت کنم. بله خف. خیلی ممنون از شما. ممنون از شما. اگه سوالی هم هست. 10 سال اینا شاهکار میزنن. اون سال 78 بود، 88، 98. هر دفعه جنایت شدن سنگیتر هم میشن. به 8 من الان یه چیزی هم بزنم رسید دوستان در رابطه با کارگران هفت تپه راجبش خیلی فکر میکنم الان دیگه فردا میشه 70 روز این ها اعتصاب کردن شوخی نیست 70 روز اعتصاب کردن اعتصابی که حرف منطق باشه میگن یک مدیری هست دزد عقباز کلاوردار پرونده داره دارن میخونن پرونده شو یک استاندار داریم اقرار شده که 200,000 یورو پول داده شده به 25,000 یورو به زنش داده شده اما اون استاندار سر جاشه اون آقای اسدبگی سر جاشه این کارگرها تو خیابون حرف میزنن کسی هم به کسی نیست یه نماینده مجلس رفت به حرفاشون گوش کرد اومد جلسه گذاشت اصلا نه استاندار و نه نماینده استاندار نیومدن تو اون جلسه و از طرف آقای بیگی هم نماینده نیومد یعنی دو تا خاطی نماینده نداشتن معاون نماینده وزیر هم که اصلا هیچی یعنی نماینده مجلس خودش بود و با اون آقایی که به اصطلاح اسمش یادم رفته که به اصطلاح قراردادهای مثلا اموال دولتی رو میفروشن با مسئول اون اومدن نشستن با خودشون هم حرف زدن که حتی اعتراض هم کرده این آقای نماینده مجلس باز هم کسی به کسی نبوده حالا هر از گاهی یه ملایی میره اونجا یه دوتا این بیچاره غر میزنن داد میزنن اونم میره پیکارش این هم یادمون نره حتما اینا جزء چیزایی که ما باید روش فکر کنیم انرژی بذاریم روش کار انجام بدیم یعنی ببخشید بفهمید در مورد همین اعدام زندانی های سیاست سال 67 یه دو سه نکته بگم من اولا اینکه با عملیات فروغ جاویدان این اعدام ها اتفاق افتاد اگر بگیم درسته بازم توجیه کننده این جنایت نیست اکثرا این گفته از جانب کسانیه که میخوان این جنایت رو توجیه کنن ولی روند تاریخی شما نگاه کنیم هم بازماندگانشون که تعریف میکنن در زندان و هم روند تاریخیش فتوایی که از آقای خمینی گرفتن مربوط به آخر تیر ماه بود عملیات جاوید فروغان حدود اشتباه نکنم چهارم یا پنجم مرداد شروع شد تا نوع مرداد یعنی هیچ ربطی به هم دیگه ندارن خب یه زمانی که اینا حکم گرفتن آخر تیر ماه بود و کسانی که بازماندگانی که تعریف میکنن از جنب سیاسی داخل زندان ها قبل از جریان عملیات فروغ جاویدان از وسط های تیر ماه به بعد روزنامه رو قطع کردن انتشارات رو قطع کرده بودن اطلاع رسانی و پخش اخبار رو قطع کرده بودن از زندانیان سیاسی یعنی پیش زمینه شروع اعدام ها چیده شده بود که حدود 15 روز 20 روز قبل از این عملیات پس هیچ ربطی اینا به هم دیگه ندارن اگر هم ربط داشته باشن این توجیه کننده یک جنایت نمیتونه باشه و مورد دوم در مورد فتوای آقای خمینی اینا که رفتن پیش آقای خمینی که فتوا بگیرن این متن فتواش میگه بپرسید از این آقایونی که آیا رو موضع خودشون هستن یا نه ولو حکم قطعی داشته باشن میگه اگر اون موضوع خودشون باشن که خب مرتد اعدام میگه این جملهش مهمه فقط بس پرسیدن سه تا سوال نبود که آقا میپرسیدن شما رو موضوع قبلیت هستی یا نه خیلی ها میگفتن نه نیستی ولی اعدامشون کردن آقای خمینی اونجا میگه ولو این که ایشود بگه که من رو موضوع خودم نیستم ولی اگر اون هیئت و قاضی شهر تشخیص بده که ایشون دروغ میگه و تقیه میکنه مرتد است یعنی ما تو جرم میگیم باید ثابت بشه شما مجرم اینجا باید ثابت میشه که مجرم نیستی مثل خیلی از پرونده هایی که تا الان تو سیاست هایی که تو ایران هست باید ثابت کنیم که مجرم هست پس این بازم به نظر من این توجیه کننده
این جنایتی که اتفاق افتاد خیلی جنایت بزرگی بود و این عین مثل فتوای آقای خمینی، یعنی شما میگفتی که من رو موضع خودم نیستم، اون قانون، اون هیئت مرگ میتونست تشخیص بده که شما دروغ میگی و فقط همین سه نفر، چهار نفر هم هیئت مرگ نبودن، هر استان هیئت مرگ داشت. بله، اینا مسئول بودن دیگه، سرپرست. اینا تهران بودن، یری و آقای محمدی اینا، یعنی هر استان هیئت مرگی داشت که تا حالا روی این کار نشده که هیئت ها کی بودن، اسامی اینا کیان، زوم شده بودن بحث استان تهران، چون تو عادل آباد، شیراز، اصفهان و سرمیدهش ایران کرمانشاه اینا ادامه بسیار زیاد و همین من میخواستم که در این چیزایی که در تاریخ نمیشته شده. مرسی، از شما در در تایید حرف شما، من خودم چهار ماه قبل از اینکه این کشتار شروع بشه از زندان آزاد شدم. تیگه اون مدت قبل از اون این پروژه کباب‌سازی بود و هی میمدن تو سلولا و میگرفتن و جاسوسی میکردن تا طرف هی باید میرفت اینو لو میداد، اونو لو میداد، میرفتن میگفتن جعفری نمیدن نون داده به اون یکی، بعد ما رو میبردن انفرادی به دلیل اینکه شما چیز کردین، چه کار کردین، رو بچه ها فعالیت کردین، دارین تو زندان فعالیت. خیلی جب تنگنایی بود این تبابا. بعد آقای منتظری اعتراض کرده، نامه رسید به آقای منتظری، آقای منتظری دامادش حاج ناصر فرستاد تو زندانا و آمدن و این مسئله تبابسازی یه دفعه، اصلا دو سه سال بود این تبابا حسابی فعالیت داشتن تو زندان، اینا رو برداشتن. وقتی برداشتن مثل دوران انقلاب چجوری شد که یه آزادی شد دیگه، همه برگشتن سر حالتهای نرمال خودشون دیگه، شد نه تنها تو تباب نبود بلکه به راحتی اعلام میکرد که من چپم، من اقلیتیم، من مجاهدم، میدونی چی میگم؟ انقدر جب محیط عوض شده بود همه به راحتی اعتراف میکردن. تو اون شرایط این پروژه رو گذاشتن که همه وقتی صداشون میکردن میگفتن تو سر موضوعت هستی یا نه، خیلی راحت میگفت بله من هستم، افتخارم میکرد. اگر قبلش این مسئله بود میگفتن چون اون جبه تبابسازی بود همه تظاهر میکردن. دقیقا آقای شفایی یکی از این تبابا به خاطر اینکه ثابت بکنه که تبابا هم مثلا، چون تباب که میشد یه پروژه داشتیش که اولا ملاقاتاش بیشتر میشد، ثانیا میتونست دست ماهایی که توبه نکردیم رو بگیره ببره تا سلول چیز چیزمش مزارن ملاقات، یا اینکه بالا سر ما واسه ببینه ما با خانواده همون چی میگیم بره گزارش کنه آره جعفری به دخترش اینو گفت مثلا. یکی از این اکثر تبابا سعی میدن خواب ببینن، شب میدن صبح پا میشدن آره من دیشب خواب امام خمینی دیدم، اومده بود بهم گفت دخترم نه زیزا، حالا اون بقیه هم که بادم جونو هی بقل و ماچ و بوسه بود، حالا برم دم و دستگاهی بود آقای شفایی، نمیدونین چی بوده. بعد یکشون خواب دیده بود که آقای خمینی گفته جعفری منافق بلکتر هست، من مثلا چونه مثلا توی این مایه ها نبودم. یه وقت که یه 48 ساعت من دارم که اصلا این بند قزل حصار که اون بند سه که ما بودیم نزدیک 700 نفر اونجا بودیم، همه اینجوری برد می شدن می رفتن، یه جوری من بایکوت کردن، نمی فهمم چرا همه برگشتن نسبت به من. بالاخره یکی به من گفت، اون حمیده گفته خواب دیدم جعفری اینجوری، منظورم از همچین ترفندهای استفاده می کردن. ولی در اصل متاسفانه توی اون شرایط همه گفتن، هر کسی سر موضوع خودش اعلام کرد که من سر موضوع هستم و اعلام شدم. خانم جعفری آزادن همیشه، هر وقت اراده کنن میتونن وارد صحبت بشن. بقیه آقای غزالی ببخشید آقای جعفری، این سوال داشتم شما، چرا این طرف حاضره نزدیک 4-5 میلیارد رشوه بده اما حقوق این کارگرا رو نده؟ بنده بی تقصیر. نه نه نه، منظورم چه فکری دنبال این قضیه هستش؟ خب برای اینکه اصلا ببین، وقتی که فکر انسانی در ذهن آدم نباشه
کار انسانی نمیکنه. اون اصلا مهم نیست براش کارگر حقوق داره نداره، زندگی میکنه نمیکنه. اون فقط دنبال اینکه چقدر گیرش میاد، کجا بره بخوره، چه جوری بچاپه. نگاه سالمی نیست. یعنی اون آدمی که در سن 30 سالگی صاحب یه زد و بند میشه مجانی، یک محلی که من که بدونید هفتپه جزء شرکت‌های سوده دولت جمهوری اسلامی بوده تا تقریبا 10 سال پیش که بعد